گروهی از مهندسان در سازمان پاکسازی اقیانوس سیستمی را برای جمع‌آوری پلاستیک و زباله در اقیانوس‌ها ساختند و آن را در مسیر بین کالیفرنیا و هاوایی در اقیانوس آرام به آزمایش گذاشتند که بزرگترین مجموعه از پلاستیک و زباله در جهان را در خود جای داده است. سامان پژوهان گزارش می‌دهد. یک کشتی سیستم شناوری 600 متری برای جمع‌آوری زباله را از بندر سان فرانسیسکو به منطقه‌ای در اقیانوس آرام یدک کشید که منطقه زباله اقیانوس آرام نامیده می‌شود. منطقه‌ای که بزرگتر از ایالت تگزاس است. این سیستم توسط سازمان پاکسازی اقیانوس طراحی و ساخته شد که مؤسس و مدیر آن بویان اسلت، مبتکر 24 ساله هلندی است که اولین بار در زمان غواصی در دریای مدیترانه در سن 16 سالگی و مشاهده کیسه‌های پلاستیک به فکر طراحی آن افتاد. لحظه‌ای که برای مشاهده آن انتظار کشیدیم این است که اولین محموله زباله و پلاستیک به ساحل برسد. زیرا از آن زمان میتوان گفت که این فناوری کار می‌کند و میتوان اقیانوس را از پلاستیک‌هایی که بشر برای 60 سال به آب انداخته است پاک کرد. این سیستم یوشکل از پلاستیک ساخته شده است و توری به عمق 3 متر به آن متصل است و قرار است بخشی از 1,800,000,000,000 قطعه پلاستیکی را جمع‌آوری کند که در منطقه زباله اقیانوس آرام شناور است. امروز روز زیبا و هیجان انگیزیه که می‌بینیم این سیستم عملاً به آب انداخته شده. به اون از نزدیک نگاه می‌کنیم تا ببینیم چقدر پیشرفت کردیم، اما هنوز به آخر کار نرسیدیم. کار زیادی باقی مونده. اسلت میگوید این سیستم با انرژی خورشیدی کار میکند و با استفاده از دوربین‌ها، حساسگرها و آنتن‌های ماهواره‌ای میتوان موقعیت آن را در هر زمان تشخیص داد تا شناور دیگری بتواند هر چند ماه یک بار زباله‌ها را جمع‌آوری و به ساحل بیاورد تا در روند بازیافت قرار گیرد. اما جورج لئونارد، دانشمند در سازمان حفظ اقیانوس، نگران است جانوران دیگر دریایی نیز در طور این سیستم گرفتار شوند. درک ما اینه که این سیستم یک تور بزرگه که قرار زباله جمع‌آوری کنه، اما دیگر جانوران دریایی نیز میتونن در این تور بیفتن. ماهی، پستانداران دریایی مانند نهنگ‌ها یا دلفین‌ها و حتی مرغان دریایی، و این نگرانی دانشمندان خواهد بود. اسلت میگوید به گفته سازمان ملل متحد میلیون‌ها تن زباله شناور در آب‌های جهان هر سال 13 میلیارد دلار به ماهیگیری و گردشگری در جهان خسارت وارد می‌کند. سامان پژوهان، صدای آمریکا.